بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. با درود بیکران به همه شما نازنینان، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در این دوران سخت و بحرانی حتی الامکان در صلح و آرامش باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و خیلی خوشحالم که پس از مدتی یه بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z. بحث مربوط به این ویدیو مصدر با تو، infinitive. infinitive یعنی مصدر با تو، to plus verb. طبق روال بقیه ویدیوها این ویدیو رو هم با این جمله انگیزشی عالی و کاربردی شروع می‌کنیم. never give up. Never give up. هرگز تسلیم نشو. هرگز تسلیم نشوید. مصدر با تو، infinitive. مصدر با تو یعنی چی؟ یعنی در زبان انگلیسی تو به علاوه verb، تو plus verb، تو به همراه فعل تولید مصدر با تو میکنه. مصدر با تو یا infinitive یعنی تو به علاوه فعل. مثل چی؟ مثل to go. To go به معنی رفتن. و همچنین to come. To come به معنی آمدن. To become. To become به معنی شدن. To visit. To visit ملاقات کردن، بازدید کردن. همونطور که گفتیم infinitive یعنی to plus verb. خب حالا افعالی که بعد از آنها مصدر با تو به کار می رود، در این ویدیو یه سری از افعالی که بعد اونها مصدر با تو یعنی اینفینیتیو به کار میره مورد بررسی قرار گرفتن و برای شما به همراه ترجمه فارسی و تلفظ انگلیسی بیان میکنیم. advise توصیه کردن. agree موافقت کردن. allow اجازه دادن. ask درخواست کردن. cause باعث شدن، سبب شدن، موجب شدن. decide تصمیم گرفتن. encourage تشویق کردن. expect توقع داشتن، انتظار داشتن. expectation توقع، انتظار. great expectations آرزوهای بزرگ.
فورس وادار کردن، مجبور کردن. Hope امیدوار بودن. Intend قصد داشتن، نیت داشتن. Like دوست داشتن. اگر که تا الان تا اینجای ویدیو رو دیدید و این ویدیو رو لایک نکردید، روی دکمه لایک بزنید و به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. سپاس فراوان از همراهی همیشگی شما. لایک دوست داشتن، پسندیدن. آفر پیشنهاد کردن. Order دستور دادن، سفارش دادن. Permit اجازه دادن. Plan برنامه ریزی کردن، طرح کردن. Prefer ترجیح دادن. Pretend وانمود کردن. Promise قول دادن. Remind یادآوری کردن. Tell گفتن. Tell me بگو به من. Try سعی کردن، کوشیدن، تلاش کردن. Want خواستن. Warn or warn هشدار دادن. Warning هشدار. Wish خواستن، آرزو داشتن. Would like تمایل داشتن. Attention توجه. یه نکته مهم و کاربردی در انتهای این بحث خدمتتون ارائه بدیم. نکته تقویتی کنکوری، نکته مهم در ارتباط با افعالی که براتون آوردیم. ببینید دوستان، وقتی که این افعال رو به کار بردیم و فعل بعدی رو اگه خواستیم فعل بعدی که استفاده میکنیم مثبت باشه، از مصدر با تو استفاده میکنیم.
مصدر به علاوه تو. پس بعد از این افعالی که خدمتتون ارائه دادیم مصدر با تو اینفینیتیو استفاده میشه اگر جمله مثبت باشه. اگر که منفی باشه بخوایم یه جمله منفی رو استفاده کنیم از not to استفاده میکنیم. پس اگر مثبت بود تو استفاده میکنیم، تو به اضافه فعل. اگر منفی بود not to به اضافه فعل. حالا در قالب دو تا جمله به عنوان مثال براتون توضیح میدیم. I advise you to study hard. I advise you to study hard. بهت توصیه میکنم سخت مطالعه کنی. Advise یکی از اون افعالیه که بعدش مصدر با تو میاد. پس اینجا مصدر با تو به کار بردیم. جمله مثبته، یه جمله مثبت رو استفاده کردیم. پس بنابراین از مصدر با تو استفاده میکنیم. تو به علاوه فعل. I advise you to study hard. بهت توصیه میکنم سخت مطالعه کنی. خب حالا یه مثال منفی. I warn you not to cheat anymore. I warn you not to cheat anymore. Warn هشدار دادن، فعلیه که بعدش infinitive میاد. گفتیم جمله بعدی اگه منفی باشه از not to استفاده میکنیم. I warn you not to cheat anymore. بهت هشدار میدم دیگه تقلب نکنی. دیگه گولم نزنی، فریبم ندی. فریبکاری نکنی. I wish you the best. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه. امیدوارم که بهترین لحظات زندگیتون رو تجربه کنید و زندگی باهاتون تا پایان روی خوش داشته باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.